یک سوال داشتم، امید جواب قناعت بخش ارائه فرمایید. مولوی صاحب ها در روز قیامت در نزد الله چه جواب دارند که دو جوان را پیش از نکاح کردن ایجاب و قبول را بسته میکنند، در حالی که در بستر مدن ایجاب و قبول هر دو جوان مرتکب ازران گناه میگردند و بعدا یک سال بعد عروسی میکنند؟ نه در قرآن پاک ایجاب و قبول آمده و نه کدام حدیث در این باره آمده. نظر شما محترم را در این باره خواهانم. ما یک چیزی که در سوال شما متوجه شدیم سلیم جان برادر محترم، که هم سوال کردین و هم تقریبا جواب دادین. وقتی که خودتان سوال کردین و خودتان گفتین که مولی صاحب ها در روز قیامت چی جواب میتن در نزد الله، دو جوان را پیش از نکاح کردن ایجاب قبول را بسته میکنن، شما در قدم اول باید این مسئله را توجه کنین که ایجاب و قبول امیر نکاح میگن. نکاح چی را میگن؟ نکاح از نکح گرفته شده. نکح دو معنا داره، یکی به معنی عقد گره و یکی به معنای همبستر شدن، که انسان همبستر شود. و این چه زمانی این عقد و یا این همبستر شدن حلال می شود؟ زمانی که ایجاب و قبول صورت بگیره. ایجاب و قبول تنها آیا کفایت میکنه؟ نه خیر، ایجاب و قبول تنها کفایت نمیکنه، باید دو شاهد باشه اقلا و دیگه رضایت ولی دختر باشه و مهر باید تعیین شود. لا نکاح الا بولی و شاهده عدل. نکاح بر رضایت ولی دختر، پدر و یا برادر بزرگ و دو تا شاهد عادل. همچنان قرآن کریم می فرماید در سوره النساء و آت النساء صدقاتهن نحله، برای زنا صدقات یعنی مهرهایشان نحله از روی خوشتبی و رضایت باید برایشان بتن. برادر محترم سلیم جان، نکاح عبارت از ایجاب و قبول است. ایجاب و قبول رکن اساسی نکاح است، مثل که در نماز رکن اساسی نماز قیام است، از ارکانش قیام است، رکوع است، سجده است. اینمی ترتیب ارکان نماز اگر نماشه نماز فاسد است. اینال در ایجاب و قبول، اصل نکاح ایجاب و قبول است. دو تا شاهد ای از جمله مکملات نکاح است و همچنان تعیین مهر و همچنان رضایت ولی دختر. حال خدمت شما باید عرض کنم که بهتر ای از در کشورهای در حالتی که ما زندگی داریم، پسر و دختر ما قبل از اینکه و عروسی که ما شما نامش عروسی ماندیم که مردم هم میخواییم و نان میکنیم و باز ساز هم میاریم و باز مردم، او اصل عروسی او نیست. اصل عروسی ایجاب و قبول است. اینه به معنای عروسی اسلامی میگویند. اصل عروسی ایجاب و قبول است و شاهدین است، دو تا شاهد و تعیین مهر است و اعلان کردن این نکاح است، نه مخفی. این اصل نکاحی در اسلام می است و عروسی نان دادن ولیمه و سنت است. مردم خواستن و ایره به اصطلاح یک مجلس گرفتن، او از چیزای درجه دوم نکاح است. درجه اولش اما اصل ایجاب و قبول است. ما هم نظرم ای است که چون کدام گناه بین بچه و دختر پیش از ایجاب و قبول یعنی دست صورت نگیره، باید نکاح شود، ایجاب و قبول شود، مهر تعیین شود، شاید بگذره، باز خدا کنه مردم نان دو سال بعد بتن، پروانه داره. و در این صورت که ایجاب و قبول صورت گرفت، اگر اینا با هم بستر میشند هیچ گناهی نیست. وقتی که شاید گذشته، مهر تعیین شده، دیگه چی باقی مانده از یک نکاح اسلامی؟ هیچ چیز باقی نمانده. سلامت باشند.